سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و ابراهیم آوخ در گفتگوهای سیاسی هفته. درود بر شما ابراهیم جان. درود بر تو علی عزیز و همچنین درود بر بینندگان گرامی. رئیسی در مسکو به سر میبره و قراردادهای استراتژیک رژیم اسلامی با علی بسیارانی رو به یاد در واقع ترکمنچای و گلستان میندازه و بسیار بیشتر از اپامات و در واقع مخفیکاری های بزرگی که در ارتباط با مسئله این نگاه رژیم اسلامی به شرق هست صحبت میشه، از قراردادهای میلیارد دلاری که بین روسیه و ایران خواهد بود، سرمایه گذاری ها در بخش راهن تا چیزهای اتمی و هسته‌ای و تا حد زیادی همه جوانب این قضایا در واقع بسیار بسیار هم و تا حد زیادی میشه گفت که خیلی ها بیخبرن و محرمانه به اصطلاح تلقی شده. در این حال ما قرارداد 25 ساله رژیم اسلامی با چین رو داریم که آن هم در واقع به عنوان یک نقشه راه همچنان در واقع به مساوی یک توافق کاملا محرمانه و غیر قابل در واقع در میان همه رسانه ها در واقع چیزی جز اون چیزهای کلی نمیتوان یافت. این نگاه به شرق در شرایطی که به اصطلاح شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی کاملا به طرف شرق گراییده رو چطور تفسیر میکنید؟ چجوری نگاه میکنید به این قرارداد؟ مسئله نگاه به شرقی که بهش اشاره کردید دقیقا وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی با شعاری که از ابتدا شروع کرد تا به امروز تغییرات بسیاری داده و بسیاری شعار خودش رو تغییر داده. من یاد شعار مستضعفین میندازه که زمانی که نیاز داشتن به مردم پایین شهر، مردم زحمتکش، زمانی که میخواستن این مردم گوشت دم توپ جنگشون بشن، سرورشون مستضعفین بودن، سرورشون همین پابرهنه ها بودن، همین جنوب شهری ها بودن، همین زحمتکشان بودن. بعد که به قول معروف از پل گذشتن، امروز اما همون مستضعفین تبدیل شدن به افراد شرور وابسته به بیگانه و اختشاشگر و و و و که بسیاری اتهامات بسیار کلمات دیگه که در مورد اینا خود رژیم جمهوری اسلامی به کار می‌بره، چون خود رژیم متهم که حق نداره اصلا اتهامی بزنه به کسی. از این بگذاریم، در صورت الان اما مسئله مستضعفین اومده تعبیر کرده به شکل دیگری، به همون هایی که الان در حکومت هستن، همون هایی که اختلاسگر هستن، در واقع به مستضعفین و میگه که کسانی هستن که هرچی بیشتر به خدا نزدیکترن. کیا هستن؟ اونایی که رأس حکومتن، یعنی حکومت اختلاسگران، حکومت مفسدین و جنایتکاران، دیگه در ابعادش غیر قابل واقعا تصور توی این زمینه. در این رابطه همینه، اینا موقعی که اومدن روی کار با شعار نه شرقی نه غربی به مردم حمله میکردن، هر کس هر حرفی میزد یا شرقی بود یا غربی اینا بهش حمله میکردن. شعار نه شرقی نه غربی برای اینا شعار سرکوب مردم بود، شعار توده ها بود، وگرنه در هر زمانی که ضرورت ایجاب میکرد اینا یا شرقی میشدن یا غربی. یادون باشه مسئله به اصطلاح کنتراها در دولت رفسنجانی که کاملا غربی بود و سایر مسائل که کاملا شرقی بود. به هر حال الان اما به دلایل ویژه‌ای
دیگه اون سیاست نه شرقی نه غربیشون تغییراتی درش ایجاد کردن. اومدن از مدت ها قبل زمزمه شادم میشنید تا همین اخیران که دیگه روزنامه کیهان در اومد حمله کرد به اونها که میگن به اصطلاح نشرقی نشرقی نغربی، و اونایی که میگن نشرقی یعنی الان یعنی کسی هستن که غربی هستن و شرق و الان به عنوان به اصطلاح نیروی استراتژیک و راهبردی خودشون تصور میکنن. بر همین اساسه که اینا دو تا قرارداد خیلی 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 محرمانه بستن، یکی با چین قرارداد 25 ساله، قرارداد جامعه همکاری جامعه ایران و چین، و همچنین قرارداد مثل همکاری یا معاهده همکاری و راهبردی بین ایران و روسیه. در این رابطه وقتی نگاه میکنیم مسئله آره اشاره کردین به قرارداد ترکمنچای فلان، واقعیت قضیه اینه که موقعی که دولت ضعیفی سر کار هست، یه حکومت ضعیفی سر کار هست، قدرت‌های بزرگتر تلاش میکنن حد اکثر به اصطلاح سوء استفاده را از اینا بکنن. در یک زاویه شاید بشه با اون قرارداد ترکمنچای مقایسه کرد. زمانی که روسیه متعهد شد که در ازای اون بخشیدن زمین‌ها یا تصرف زمین‌های اون زمان بیاد چیکار کنه، از حمایت کنه از ولیعت پس از مرگ شاه. الان هم شاید رژیم جمهوری اسلامی از این زاویه بشه باش مقایسه کرد که این قراردادی که با چین و روسیه داره می‌بنده شاید هدفش این باشه که بتونن حمایت کنن ازش، حمایت این که راهبردی میگن استراتژیکی، قرارداد استراتژیک، نمیدونم پیوندهای استراتژیک، شاید با این هدف. ولی آیا اون کارو میکنن؟ والا بحثی بعدی که ما باید روش صحبت بکنیم. اینجا یک نکته دیگه هم هست و اون مخفی نگاه داشتن این قراردادها از مردم ایرانه، حتی از درون خود بخشای از حکومت. البته هیچ کدوم از این قراردادها به لحاظ حقوقی قرارداد به اصطلاح چیزی عنوان نمیشه، اما اجرا میشه و اینا هر شکلی که بتونن مالیات خودشون رو پس میدن، حتی تو مجلسی که اسلامیشون هم اطلاع نداره و بخشی از این حاکمیت هست که این کارها رو داره به پیش میبره و اونم اساسا خب معلومه دیگه، همین دار دسته خامنه ای و یعنی همین هیئت رهبری جمهوری اسلامی مجموعا. در اینجا خود جالبش اینه که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای یعقوب رضازاده، اون میگه این توافق خب کاملا محرمانه است، قابل انتشار نیست، هرچند محتواش تمام زمینهای اجتماعی، فرهنگی، صنعت، نفت، دارو، خودسازی، مواد غذایی و کشتیرانی رو در بر میگیره. حتی معلومه که حتی این قرارداد نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته، حتی در اختیار کمیسیون امنیت ملی هم قرار نگرفته. و حتی جالبش اینه که خود آقای امیر عبداللهیان که وزیر خارجه است که به اصطلاح میخواد سیاست نه شرقی نه غربی رو پیش ببره، دقیقا در راستای به اصطلاح توسعه رابطه با چین و روسیه داره پیش میره که تا حد زیادی همه عرصه های چیز رو اقتصادی ایران رو در بر میگیره. و توی همین فاصله که ما خبرها حاکی از اینه که اینها دارن یک سری مانورهای نظامی مشترک، مانور نظامی مشترک با روسیه و چین تو همین دوره برگزار میکنن که نشون بدن که پیوندهای نظامی و امنیتی هم یکی از اصلی ترین محورهای در واقع این قرارداد هست. دقیقاً مسئله دومین به اصطلاح مانور مشترکشون هست که الان دارن انجام میدن تو این قضیه و هدف مشخصی هم دارن و اون هم مسئله به اصطلاح این که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مجموعاً بتونن در مقابل قدرت‌های دیگه خودنمایی بکنن، خودشون رو چیز بکنن. چین با قدرت اقتصادی وسیعی که داره، روسیه با قدرت نظامی
روسیه از نظر اقتصادی توان آنچنانی نداره، ولی به لحاظ نظامی هنوز مانده از ارث پدریش برای خودش چیه، مانده بر همون اساس هست که هنوز خودشو، البته دچار توهم قدر قدرتی هم هست، زمین این که کارهایی هم در این زمینه داره انجام میده. به هر صورت مسئله اینجاست که شما نگاه کنید در رابطه با قرارداد 20 ساله که اینا میخوان با روسیه ببندن، ایران آمادگی کامل حتی نوشته تنظیم کرده همه چی که امضا بشه برای در همین به اصطلاح نشستی که قرار بود که رئیسی بره اونجا، که از مدت ها قبلم هیاهو را انداختن به عنوان یکی از مهمترین سفرها و مهمترین دستاورد این ریاست جمهوری و فلان امثال هم. اما روس ها حاضر نشدن امضا کنن. قطعا روس ها چیز بیشتری میخوان و حتما هم بهش میرسن، حتما میخوان مواد دیگری بگنجونن. اینا که رو نمیکنن که قضیه چیه، ولی قطعا این نشون میده وقتی که اینا ایران میگه که ما آمادگی امضا داریم و از قبل اعلام میکنن که این امضا خواهد شد، وقتی میرن و امضا نمیشه و اونا میگن که هنوز به اصطلاح ما آمادگی آماده نشده متن ما، خب طبیعتا نشون میده که اینا یه چونه میزنن و میخوان سطح چیزشون ببرن بالا. و جالبه که هر دو مسئله، چه رفتن امیر عبداللهیان به چین، چه مسئله رئیسی به روسیه، درست همزمان به مسئله برجام هست و این معنی داره به این خاطر. یعنی اینکه ایران در این شرایط حساس حاضره به این دو طرف یعنی چین و روسیه حد اکثر امتیازات لازم بده که توی برجام ازش پشتیبانی بکنن و در رابطه نامتعادلی که وجود رابطه به اصطلاح فیل و پشه است در واقع از هر دو طرف، چه روسیه با ایران چه چین با ایران، واقعا رابطه اینطوریه که یک حکومت ضعیف با وضعیت اقتصادی بدهکار و شکسته در واقع که نمیتونه حقوق خود کارمندا و نیروهای خودشو بده، در یه همچین وضعیتی اونها میان چیکار میکنن؟ با این ارتباط برقرار میکنن. ما نمیدونیم که اون قرارداد واقعا قرارداد مثلا چین با ایران چی هست، هیچ کس نمیدونه، هرچند که 170 و خورده صفحه الان نوشته دارن، دو تا سه تا نوشته اینطوری دادن و همه چی تو از به قول معروف شیر مرغ تا جان آدمیزاد تو این قضیه هست. مسئله هر دوتاش ولی کاملا روشنه که سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، همه این مسائل در درون خودش قرار داره. مال چین که خیلی روشنتر مشخصه که پایگاه‌های نظامی درش مطرح هست. مسئله این که نیروی نظامی، 5000 نیروی نظامی، اولین چیزی که عنوان کرده. این مسائلی که توی زمینه بوده، سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز و فلان اینا مشخصه. و هر کدوم از اینا نگاه بکنی، گفتم عمق قرارداد روشن نیست. اما وقتی که مسئله سرمایه گذاری در ایران مطرح میشه و بازخورد این سرمایه گذاری برای چین و سود پولهایی که میخواد چین به ایران بده، کمکهایی که میخواد در این زمینه بکنه، در مقابلش ما میبینیم که جریاناتی مثل بنادر سریلانکا اتفاق میفته. چرا؟ چون آدم نگران میشه وقتی که میبینه که از یک طرف قرارداد اونطوری بسته میشه، از طرف دیگه چین توی بندر عباس کنسولگری تقاضا میکنه، بلافاصله هم قبول میشه. یاد مسئله سریلانکا آدم میفته که با یعنی در واقع بدهکار کردن، ابتدا چین سیوش اینه، ابتدا بدهکار میکنه، بعد چکار میکنه؟ قسمت های تصور میکنه، تصرف میکنه. بندر هامباتتونا اومدن بر در ازای یک قرارداد $1.1 میلیارد $99 سال اجاره کردن. بنادر دیگه از خود سریلانکا بر اثر همین بدهکار کردن سریلانکا که 50% و 60% اونا رو اینا در اختیار خودشون گرفتن. از طرف دیگه ما جیبوتی رو میبینیم که اولین پایگاه نظامی بیرون از چین در اونجا هستش و خیز چین برای ایجاد یک پایگاه نظامی در دریای عمان، و اونم نیست خب در رابطه با ایران همون چیزی که مطرح شده. یعنی
چشمه های آدم داره میبینه. مثلا این به اون مفهوم نیست که هر نیروی خارجی بخواد اینطوری برخورد کنه ما باش چیز هستیم، نه اینکه چین باشه، روسیه باشه، آمریکا باشه، فلان باشه، برای ما سبز و زرد و خضر خود سیاه فرق نمیکنه، ولی اون چیزی که برای ما مطرح است منافع مردم خودمون هست. و ما میبینیم با این وضعیتی که الان اینا دارن پیش میبرن، روز به روز مردم ما چیکار میکنن؟ ضعیفتر و ضعیفتر و فقیرتر میشن توی رابطه. شما از استقلال، یعنی در واقع استقلال، خواست استقلال، خواست حق تعیین سرنوشت مردم ایران تست خودشون در واقع حرکت میکنین و در واقع به این سیاست نزدیکی رژیم اسلامی و با چین و روسیه به واسطه پنهانکاری های بزرگ به خاطر وسعت و دراز مدت بودن در واقع این قراردادها، شارکت اینها در ابعاد مختلف از دستیابی روسیه به آبهای گرم خلیج تا دستیابی چین به اصطلاح تأمین امنیت جاده ابریشم و در واقع آبهای گرم خلیج تا مسائل مختلف چه صحبت میشه. در واقع مسئله فقط بحث بر سر استقرار 5000 یا 10000 یا 1000 نیروی نظامی نیست، بلکه در این حال همین شبکه های ارتباطی، شبکه های اینترنتی، شبکه های راه و گسترش صنایع مختلف، حتی در مسائل مختلف ارتباطات و مسائل صنعتی، راهکارها و استراتژی رژیم ایران دقیقا تابعی میشه از سیاست های اقتصادی و بلند پروازی های دولت چین و روسیه تو این رابطه. این زاویه تا حد زیادی ما رو نگران میکنه که شما از بی‌پشتوانه بودن حکومت اسلامی نه فقط در زمینه ورشکستگی اقتصادی بلکه انزجار توده‌ای هم صحبت میکنیم. یعنی رژیمی که به شدت تحت فشار جنبش های اجتماعی و فاقد هر گونه اراده عمل برای پاسخگویی به خواست‌های اجتماعی مردم و حفظ کاست روحانیت در واقع قدرت، حاضر به هر امتیازی. ما خود به قول شما حتی در این زاویه در جام هم علارغم تبلیغات های گسترده ما شاهد این هستیم که تن دارن میدن به در واقع مسائلی که قدرت های بزرگ دارن تحمیل میکنن به رژیم ایران. شما از یک پروژه بزرگ و طولانی یا پرهزینه ترین نیروگاه اتمی جهان باید صحبت کنیم که بیش از نزدیک به 1000 میلیارد دلار هزینه برای مردمان ایران برداشته، مسئله بوشهر، و همچنان نمیتونه 1 کیلووات برق بده و در کنارش هزینه های وحشتناکی که این روابط برای مردمان ایران داره. این رو چگونه در این بستر چگونه هست؟ یعنی نقش دولت هایی که پشت هم اومدن، ما از میبینیم که از سال 1391 که قرارداد چین و ایران مطرحه، 1396 که این نهایی میشه و امروز که در حال اجرایی شدن یه نزدیک به 10 سال میگذره، همه اینها زیر سایه در واقع رهبر به اصطلاح خود خامنه ای صورت گرفته. یعنی دولت ها آمدن و رفتن، از خاتمی و احمدی نژاد و روحانی رفتن الان رئیسیه، ولی و میبینیم که اون سیاست نگاه به شرق، سیاست اتحاد با شرق داره ادامه پیدا میکنه. این ولی بعد همچنان میگن که خامنه‌ای کاری زیادی نداره، مسئله رو اونو میخوان چیز کنن، در واقع هست اصل قضیه بس. آره، اصل قضیه همین چیزی که به اصطلاح مطرح هست، تضاد اصلی این قراردادها با منافع کل و منافع عمومی مردم ایرانه از یک طرف، و از اونجایی که خیلی روشن خود این قبلا اعلام شده سپاه و آستان قدس دو تا بازوی اصلی شریک و متحد سرمایه گذاری چین و روسیه هستند در ایران، این خودش نشون دهنده اینه که ارتجاعی داخلی ایران هست که
به قول معروف محور اصلی تمام بسیار مسائل مربوطه است. و اینجاست که همطور که عرض کردیم مسئله کارگران زحمتکشان و جوانان ایران صرفا این نیست که این سرمایه گذار باشه یا اون سرمایه گذار باشه. نشون هر سرمایه گذاری بشه با ارتجاع داخلی همراهه. منافع مردم ایجاب میکنه که در درجه اول با تمام این به اصطلاح نیروهای سرمایه حاکم به مبارزه برخیزن. و از طرف دیگه واقعیت قضیه که به لحاظ وقتی که میگیم که ایران رو داره میبره به سمت، یعنی الان سیستمی که در واقع چین و اینا دارن اعمال میکنن سیستم یه نوع استعمار نوینه که اصلا با استعمارهای دوره های گذشته قرن 21 استعمار جدید قرن 21 با شیوه جدیدی هست، نه لشکرکشی هست نه فلان هست نه بهمان هست، ولی میان کشور رو میبرن زیر بدهکار میکنن تا سالهای سال مردم باید زحمت بکشن کار بکنن، دولت ها این سودای اینا بده و چون نمیتونن بدن سرزمین در واقع به نوعی به شیوه جدید اشغال ایجاد میشه. عرض کردم ما در ایران نمونه به اصطلاح چین و خلیج فارس دیدیم، وضعیت دارن خلیج فارس دارن و حالا تهش رو دارن شخ میزنن با این نحوه ماهیگیری که دارن اینا قرارداد ماهیگیری که بسن. ماهیگیران جنوب چه وضعیتی دارن الان؟ در وضعیتی هستن که ماهی برای خوردن خودشون نمیتونن چیز بکنن. گزارشات کمی نیست در این رابطه که چه وضعیت فلاکتباری الان درگیر اینا هستن. یعنی این کاری که اینا میکنن، یا مثلا همین به اصطلاح چیز عرض کنم که بیتکوپن ها، مزاره بیتکوپن هایی که درست میکنن چه بر سر برق و امثال اینا، شیوه کارشونه. مسئله گفتم از اونجایی که اینا در ارتباط تنگاتنگ با سپاه و سرمایه های به اصطلاح دولت ایران و سرمایه های در اون همین فاسدین و همین اختلاسگران و همه اینه که همشون میریم دیگه حاکمین فعلی جمهوری اسلامی در با اینا همراه هستن، نشون میده که عمق به اصطلاح فاجعه، عمق بد وضعیتی که در ایران وجود داره. آن چیزی که مهم هست مسئله مقابله با این هست. گفتم برای من نوعی بحث سر این نیست که مثلا این باشه اون باشه، مسئله ما منافع مردمه. هر چیزی علیه منافع مردم ما در مقابلش هستیم. و هر از اونجایی که این حکومت ها میدونن، چه روسیه چه این و هر حکومت دیگری، از اونجایی که میدونن این حکومت مشروعیت نداره، مشروعیت نداره، اینا خوب تشخیص میدن در درون پایگاه دیگه به اون صورت نداره جز نیروهای مسلح و نظامیش. و به همین دلیل که هر وقتی نگاه میکنید هر بخشی از کار که میخواد انجام بده بخش مهمیش که اعلام نمیشه قراردادهای نظامی هست، اسلحه ها و نمیدونم غیر هواپیما و چی و چی و چی به جنگی که میخوان برن جز مردم. چون کنارش ما، یعنی توی قرارداد چین خب ما شاهد به اصطلاح مسئله توسعه طراحی شرکت های صنعتی و تولید خودرو و سرمایه گذاری توی بخش های معادن مختلف و ایجاد خط متروها توی 10 تا کلان شهر و مرمت به اصطلاح بسیاری از بافت های تاریخی و ایجاد شرک های پتروشیمی و توی سرمایه گذاری توی صنعت های صنعت پالایشگاهی توی بندر جاسک و تا به اصطلاح سرمایه گذاری توی حوزه آموزش و تبادل دانشجو و توسعه بهداشت و مسائل مختلفی که هستیم. ولی آن چیزی که به طور واقعی هست اینه که توی این مسائل هیچ کدوم از این راهکارها چگونگی اجرا، چگونگی سرمایه گذاریش اینا اصلا معلوم نیست. یعنی یک سرمایه میاد، شما نقش حکومت اسلامی رو توی 40 سال گذشته وقتی میبینید ببینید که نقشش جز ویران کردن تمام ساختارهای صنعتی اقتصادی کشور نبوده. 40 سال گذشته
صنعتی ترین قسمت کشور رو که خوزستان بوده و غرب کشور نابود کرده. تمام صنایع اتومبیل و نساجی و الکترونیک و صنایع کفش و پارچه و اینها رو اصلا کاملا نابود کرده و در کل ساختار کشور ما جز ویرانی توی این 40 سال در واقع نداشتیم. الانم و توی این غیر از این ما شاهد یک قشر بسیار بسیار پولدار میلیاردر هستیم که زدن جلو تمام میلیاردرهای منطقه ما. ایران یک از میلیارد کشورهای پر میلیاردریه که توی منطقه ما حضور داره. نه حتی از عربستان سعودی بیشتر میلیاردر هست توی ایران و رشدش به شکل وحشتناکی است که نه ناشی از ایجاد صنعت و توسعه اقتصادی، بلکه بر پایه قارت و دستاندازی و تصرف صورت گرفته. یعنی تصرفی که روحانیت بر اموال بهائیان، دیگر اندیشان، مردم دیگه داشته و در این حال این نظام حوزوی و دینی که از طریق مالیات های دینی زور حکومتی بسیاری از مراکز رو تصرف کردن به مسابقه موقوفات و اینها میلیاردرهایی شدن. یعنی به این لحاظ با چشم بسیار بسیار شک برانگیز به هر کدام از این قراردادها نگاه میکنیم. شک برانگیز نباید گفت، به نظرم باید گفت قطعا از اونجایی که همینطور که اشاره کردی وضعیت جامعه طوری نیست که این قراردادها بخواد کمک کنه مثلا رونق ایجاد کنه یا مسائل ایجاد بکنه در این رابطه. عرض کردم وقتی که نگاه بکنم لیست همین خریدی که قرار شده از روسیه بکنن پس از این مذاکرات، شما نگاه بکنید وقتی خوب نگاه بکنید 3 تا نیروگاه جدید، نیروگاه قبلی به قول شما اصلا چه ثمره داد که 3 تا نیروگاه جدیدی؟ مسئله به اصطلاح راهن رشت آستارا مرز روسیه، مسئله خرید 2000 لوکوموتیو، مسئله به اصطلاح اعتبار 5 میلیون دلار برای خرید فناوری‌های جدید، مسئله 15 میلیارد دلار برای آبشور. یعنی همه چی باید بخره وارد بکنن که مثلا اگر حالا این به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه این دو تا نیروی به اصطلاح جهانی در رابطه با برجام تلاش اینه که اگر بتونن پول‌های ایران آزاد کنن. قبل از اینکه این پول آزاد بشه خورده شده، پنج شده. یعنی مسئله اینجاست، اینجا این نیست که این قرارداد در جهتی باشه که بخواد مثلا این بحرانی که وجود رژیم دچار بحران جامعه، اصلا دچار بحران اقتصادیه. عرض کردم بحران مشروعیت و بحران اقتصادی که وجود داره این دولت را خوب میدونن، به همین دلیل که بر این حکومت کار میکنن سوار میشن. شما نگاه کنید تا موقعی که لازم بود ایران گوش دم توپ روسیه باشه تو سوریه خیلی خوب به اصطلاح عملکرد داشت دیگه، رابطه بسیار چیز داشت. الان اما دیگه نیازی به ایران نیست. مسئله اما یه رابطه دیگه، من قبل از این مسافرتی که بنت نخست وزیر اسرائیل تو به سوریه به روسیه داشت، پس از حملات پی در پی ایران ببخشید اسرائیل به ایرانیا در اونجا به مراکز ایران در اونجا رفت، اونجا بر اساس شنیده ها و گفته ها تا این حد از زدن ایران ظاهرا تا پشت پرده ما نمیدونیم، شاید هم بیشتر، روسیه قبول کرده که اسرائیل بزنه چون یه نیازی نداره، یه مزاحم میشه در این وضعیت. الان هم اینطوره، در اون حرکت قبلی الان تمام پایگاه های نظامی ایران، پایگاه هوایی از قبل قرارداد بستن و روسیه هر موقع بخواد میتونه استفاده بکنه و استفاده هم کرده، از اونجا پرواز کرده، موشک پرانی کرده از اونجا و موشک های روسیه بارها از روی ایران حرکت کرده و این مسائل روش کاملا چیه؟ بازه. حالا چه حجم از برزه، حالا خودشون دارن خودشون رو لو میدن، اون یکی دارم آدم روسیه است، اون نمیدن فلان، چقدر اینا حالا نفوذ دارن تو دم و دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ما نمیدونیم، اما هرچی هست آنچه که هست
گفتم علیه منافع مردمه و ما در مقابل هر حرکتی که، هر چیزی که، هر قراردادی که علیه منافع مردم باشه در هر شرایطی و در هر صورت، معیار ما منافع عمومی، منافع کارگران، زحمتکشانه. هر جا که علیه اینا باشه ما باش در مقابلش هستیم، مخالف هستیم. و قطعا هر دولتی و هر جریانی، هر جایی با این دولتی که هم مشروعیت به اصطلاح هیچ مشروعیت مردمی نداره، در یه همچون دولتی با این وضعیت هر قراردادی که بسته بشه نامشروعه و قطعا در آینده همه اینا لغو خواهد شد. اینطوری نیست در یک دولت مردمی که در آینده پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود بیاد هیچ کدوم از این قرارها اعتبار نداره، چون با دولتی بستن که مشروعیت مردمی نداشته و نداره. دقیقا ما به درستی این قضیه رو گفتیم، ولی یک چیز دیگری که حقیقتا با مسئله منطقه ما و ایران ارتباط داره مسئله یمن هست. ما شاهد حمله بودیم در دوشنبه 27 دی با استفاده از بهپاد و موشک‌های بالستیک به دو منطقه تو اطراف رودهای ابوظبی و انبار سوخت توی امارات، پایتخت امارات، که حوثی ها گفتن که این به مثابه هشداریه که امارات پای خودش از جنگ یمن بیرون بکشه. این در شرایطی بود که حوثی ها که مورد حمایت حکومت اسلامی هم هستن گفتن که امکاناتی دارن که هر جای عربستان و هر کشوری رو که تو یمن هست رو در واقع حمله میکنن و اینها ما شاهد حملات بهبادی اینها در واقع بودیم. این در شرایطیه که در واقع یک جنگ طولانی وحشتناکی در واقع در یمن جریان داره. سعودی ها یک دولت دست نشانده رو میخوان اونجا نگه دارن، منافع استراتژیک دارن در اون منطقه. از سال 2015 که این جنگ شروع شده ما شاهد کشته شدن بیش از 370 هزار نفر شهروند عادی و شبه نظامی تو این جنگ هایی بودیم که بحران های یمن رو در واقع هست و سازمان ملل حتی پیش بینی کرده که شمار مرگ کشته شده ها نه فقط در نتیجه جنگ بلکه در اثر گرسنگی به چندین میلیون نفر میرسه. این در شرایطی که ما میبینیم که یمن از 2014 که در واقع 8 سال پیش بود عربستانی ها میخواستن با یک عملیات بسیار سرزر و یک هفته ای در واقع یمن رو به نفع دولت دست نشانده شون آزاد کنن و آقای منصور هادی رو به قدرت برسونن، در قدرت نگه دارن. توی این جنگ 7-8 ساله ما شاهدیم که نه عربستان و نه امارات و نه اون کشورهای مهاجم به این کشور قدیمی و باستانی و بسیار فقیر جز خون و خونریزی و گرسنگی و طاعون چیزی برای مردم نداشته. یمن در آستانه قحطیه و میگن که بدترین فاجعه انسانی دو قرن اخیر در این کشور در حال اتفاق افتادنه و نزدیک به 16 میلیون انسانی که در یمن زندگی میکنن حداقل در فقر بسیار بسیار شدیدی به سر میبرن و ابعاد این قضیه انقدر بزرگه که میشه گفت که حتی بنابرای چیز خود سازمان ملل بیش از 70% مرگ و میرهایی که هست نه فقط ناشی از جنگ بلکه به واسطه فقر و نبود مواد غذایی و نبود خدمات بهداشتی و بمباران‌های وحشتناکی که همه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و بهداشتی این کشور زیر ضرب سعودی ها قرار گرفته و امارات و سعودی که بر پایه یک حمایت مستقیم غرب در واقع هستند با بمباران های بسیار بسیار گسترده علیه مردمان بیچیزی که نمیخوان تابع این حکومت باشن که داره عمل میکنه. ارزیابیتون از این قضیه چه هست؟ عرض کنم حضورتون همطور که اشاره کردی در 7 سال گذشته که جنگ داخلی یمن در واقع شروع شد و
بعد بهتر بگیم جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه از همون آغاز خودش رو نشون داد که درگیری بین مردم یمن نیست، بلکه درگیری بین جناح‌های مختلفی که هر کدوم پشتوانه خارجی دارن. از یک طرف عبدالربا و امثال هم که عربستان و شیوخ پشتش بودن، از این طرف حوثی‌ها که جمهوری اسلامی بود. و متاسفانه این جنگ نیابتی فاجعه بزرگی در یمن به وجود آورد. فاجعه‌ای که شما بهش اشاره کردید. تا کنون بیش از ده ها هزار نفر غیر نظامی فقط کشته شده. میلیون ها نفر از بزرگ و کوچک در گرسنگی و بیماری در خطر مرگ قرار دارن. 80% جمعیت یمن، بیش از 80% جمعیت یمن از سوء تغذیه رنج میبرن. یک وضعیت فاجعه بار اینطوریه که جهانم در واقع انگار که همچون چیزی وجود نداره. از گوشه چرا جهان سکوت کرد؟ چرا سکوتی هست توی بسیاری از رسانه ها در حالی که یه شهروند متاسفانه مرد. یکی از دلایل اصلیش فراموش شدن مردم یمن در بین دو منگنه ارتجاع منطقه است. ارتجاع داخلی یمن و ارتجاع داخلی منطقه است. اینجاست که مدت‌های مدیدیه خود مردم تو این وسط گم میشن. وقتی که صحبت میکنی یا حرفی میزنی میگن خب حوثی‌ها هستن. حوثی‌ها کی هستن؟ جمهوری اسلامی است. خب این طرف عبدالربا کیه؟ عربستان و امارات و امثالهم هستن. و تو این وسط آن چیزی که پیدا نیست مردم هستن. در اونجا همطور که می‌بینی القاعده و فلان اینا هستن که همه اینا متحد و مؤتلف عربستان هستن، در کارشون میکنن در اونجا. مردم وجه المصالحه اینا شدن و متاسفانه وضعیت بسیار بسیار وخیمی است و ناامید کننده در واقع. و تشدید الان همطور که چند روز گذشته به ویژه پس از حمله به ابوظبی تشدید شده این جنگ، از قبلش تشدید شده بود، بیشتر شده در واقع. عربستان و متحدینش حملاتشون گسترده کرده. از مدتی قبل خودش امارات تصمیم گرفته بود که از این جنگ خارج بشه. اول قرار شد که خارج بشه، بعد پشیمون شد، یعنی در ائتلاف با عربستان دوباره انگار تصمیم گرفتن که بیان. و اون مسئله کشتی اماراتی که توقیف شد و اینا ادعا کردن تجاری بوده، اونا ادعا کردن که با بیان نگاه کنید اسلحه و مهمات و فلان حرفا برای جناح مقابل هست. و ادامه پیدا کرد، درگیری شدت پیدا کرد. اونا هم طبیعتاً در جنگ هر کس سعی میکنه نقاط ضعف طرف مقابل رو بزنه. و اینا هم دیدن که خب امارات میتونن بزنن دیگه با بهپاداشون. جالبه که میگن بهپادا از رو عربستان رد شده رسیده به ابوظبی زده، از صحرای عربستان رد شده و عربستان نتونسته اینو ببینه با تمام تجهیزاتی که اینا دارن. که یک همبستگی ارتجاع بین‌المللی با ارتجاع شیوخ وجود بیاد و اسرائیل در بیاد و یا خب حالا که اونا زدن فردا ممکنه منو بزنن. از طرف دیگه خطر اینو وجود داره که این جنگو بکشونن به لبنان. چرا؟ چون حزب الله متهمه. نه تنها متهم بلکه این کارا هم هستن دیگه. خب ما دونیم عامل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم این کار است که آموزش میده نیروهای حوثی ها را، بهباد میسازه براشون و اینا متهم هستند. در واقع عربستان ادعا میکنه، دیگرون ادعا میکنن، دیگر یعنی خود امارات ادعا میکنن فلان اینا. که خود این مسئله در واقع یه نوعی مسئله حمله به حزب الله و در واقع ایجاد یک جنگ داخلی جدیدی در لبنان خواهد بود و این خطر وجود دارد الان در حال حاضر. این حرکتی که کردن از دو طرف این خطر رو متاسفانه وجود داره. ولی همطور که شما اشاره کردی مسئله اصلی مسئله مردم لبنانه. واقعا بخشید مسئله مردم یمن، مردم یمن، کودکان، زنان، کسانی که گفتم بخش عظیمی از مردم در این وضعیت بحرانی که شیوع کرونا هست تا اون داره بیداد میکنه
هر گوشه که نگاه میکنی واقعا وضعیت خانواده ها اصلا داغونن، به گدایی افتادن، خیلی در هر کجا که بتونن، خانواده های بسیاری هزاران هزار. بس این من نمیگم، یه آژانس پناهندگان سازمان ملل میگه. ولی چه اقدامی میکنه؟ با تمام فشاری که میده الان، از اونجایی که جنگ داره شدت میگیره، مسئول مذاکرات صلح آمریکا دوباره اومده منطقه، شاید بتونه به نفع خودشون شاید بتونه کنترل بکنن این مسئله رو. ولی به هر صورت فاجعه ادامه داره، فاجعه گسترش پیدا کرده و قطعا روشنه که هیچ برنده ای تو این جنگ وجود نخواهد داشت. بخشی از این جنگ که الان تشدید شده بی ارتباط و مسئله برجام نیست، چون از یک طرف چین و روسیه در رابطه با تحریم ها مسئله اصلیشون هست، چون میخوان که تحریم ها یه جوری به سوی حل و فصل بشه که بتونن معاملات گسترده تری با ایران باشن و بتونن پول های آزاد شده را به قول معروف به فروش هایی که به ایران خواهند داد یا پولی که پهلوانو هست بتونن جا به جا بکنن و هر چیزی. به هر حال مسئله شون مسئله تحریم هاست. اصل قضیه مسئله تو مثلا یمن مسئله دخالت های نیروهای نیابتی هست. در اینجا این تشدید میکنن که شاید بتونن اونجا رو به اصطلاح امتیازاتی بگیرن. یعنی میخوام بگم که بیچاره مردم یمن قربانی این بازی که تو منطقه و در سطح بین المللی داره اتفاق میفته شدن و هستن. ما نیروهای آزادی خواه واقعا باید از همه بخوایم، از تمامی انسانهای آزادی خواه، از تمامی نیروهای انسان دوستی بخوایم که هر شکل ممکن، هر شکلی که امکان پذیر باشه برای حمایت از کودکان، زنان، تمام مردم یمنی که در اصلا این جنگ جنگی اونها نیست، اونهایی که گفتم در حال گرفتار در چنگال کرونا و تا اون هستن، گرفتار در چنگال گرسنگی هستن، باید اونا رسید، به اونا کمک کرد هر شکل ممکن که بتونیم. این وظیفه هر انسان آزادی خواهد، مقابله با ارتجاع منطقه، ارتجاع بین المللی، حمایت از مردم رنج دیده. در واقع آن چیزی که هست اینه که نیروهای آزادی خواه و صلح دوست و بشر دوست باید تلاش کنند که این جنگ اشغالگرانه، این جنگ فاجعه بار علیه مردم یمن پایان پیدا بکنه و مردم یمن خودشون تصمیم به تعیین سرنوشت خودشون بگیرن. واقعیت اینه که نه منصور هادی و نه حوثی ها هیچ کدام مدافعان مردمان یمن نیستن و طبعا مداخله بیشرمانه و تبهکارانه و جنایتکارانه سعودی ها و امارات علیه مردم یمن در واقع در کارنامه جنایت های بیشمار سعودی ها و این دولت ها ثبت خواهد شد، ارتجاع من در ثبت خواهد شد. طبعا مداخله ایران هم در اونجا در حمایت از حوثی ها نز در واقع حب علی از یک جنایت طلبی رقابت آمیز با سعودی ها میگذره. طبیعیه که نیروی آزادی خواه و صلح طلبی که قبلا سابقه طولانی در ساختن یک یمن دموکراتیک، یمن جنوبی داشت، میتونه باز از میان این خاکسترها برخیزه و در واقع دنیای دیگری رو برای مردمان یمن سامان بده. طبعا در اولین گام کوتاه کردن دست سعودی ها و امارات و رژیم اسلامی و ارتجاع منطقه از این مردم و پایان دادن به جنگی که جز ویرانی برای مردمان یمن و منطقه اثری نداره. درود بر شما ابراهیم آوخ عزیز و شما بینندگان گفتگوی سیاسی هفته که به این برنامه توجه کردید. سپاس علی جان.